نوبتی برنامه ما هنرمند است که امروز میان تمام کشورهای فارسی زبان معروف و محبوبیت پیدا کرده است. امروز در شهر دوشنبه در تاجیکستان قرار دارد. آرون افشار است مهمان برنامه نوبتی ما. خوش آمدید به تاجیکستان. سلام خدمت شما، خدمت همه فارسی زبان ها، ایران، تاجیکستان، افغانستان، همه یک می باشیم. این جمله همیشگی من هست و دوست دارم که خیلی خیلی بیشتر روابط ما بهتر شود و در خدمت شما هستم. زنده باشید. شما چند روز باز در دوشنبه هستین؟ من چگونه دریافتید دوشنبه رو، تاجیکستان رو؟ من مردمان مهمان نواز و با فرهنگی داره تاجیکستان. خوشحالم از اینکه اومدم تو این کشور و ان شاءالله که بتونیم در فستیوال سامر فست یه شب به شدت رویایی رو در کنار مردم میهمان نواز با فرهنگ تاجیکستان داشته باشیم. خیلی خوب. از هنرمندان تاجیک کسی رو میدونید؟ اکثرشون صدایشون رو گوش میکنم و لذت میبرم. ترانه شب رویایی خیلی هم ترانه دلنشین است و کلیپ نوار اون است. خیلی هم جالب است که در شبکه ما این ترانه پیوسته پخش میشه. چگونه تولید کردی این ترانه؟ برادر عزیزم معین راهبر زحمت تنظیم کارو کشید و خدا رو شکر میکنم که به دل مردم و تمام فارسی زبانان نشست و همچنین تایب ماهر و گیسو پریشان که مطمئنم خب خیلی دوست دارن و امیدوارم که در آینده کارهای بهتر از اینها تولید کنم و بتونم تو شادی ها کنار مردم فارسی زبان جهان باشم. موین راهبر گفتید، موین نفر رو در شبکه اجتماعی شما در اینستاگرام دیدیم، یک جا چند عکس برداری کردید. مانند هستید خیلی. شبیه هستید؟ بله. همه میگوین؟ بله. آهنگساز این نفر؟ بله. در همبستگی ترانه‌های بیشتر آفریدید؟ ایشالله. و اون کلیپ نواری که شما پیشنهاد کردید تخیلات کی بود؟ فکر تیم ما بود. تیم ما تصمیم گرفتیم که ما یک نواری دیدم که شما اسباب‌های موسیقی رو نیز می‌نوازید. فکر می‌کنم بله، که بله. پیانو رو پیانو و گیتار می‌زنم. چگونه با عالم سنت وارد گشتید؟ برای بینندگان جالب است. به این سنت خب پدرم خودش میخواند. آوازخوان هستم. آره سرود میخواند و دیگه من هم در کنار پدر یاد گرفتم و شروع کردم و امروز هم خدا رو شکر. آوازخوانی محبوب مشهور هستن پدرشون؟ بله بله. ترانه‌هایش در ایران؟ بله. چرا ترانه‌های شما در شبکه اجتماعی در تو مخصوصاً پورا نیست؟ یک دقیقه یا یک نیم دقیقه شکل پوراش رو پیدا کردن مشکل است. یکی از سیاست‌های ما است که کار رو بکنیم تا ببینیم که کاری که می‌خوایم پخش کنیم و 100% باشه، یعنی توش اشکالی وجود نداره. پس نظر مردم می‌گیریم، بعد اگر خوششون اومد همه بعد اون رو پخش می‌کنیم. جانم باش باز یک ترانه دلنشین دیگر شما است که مخلصان این ترانه خیلی زیاد است. خب از تاریخ پیداش این ترانه؟ اولین کار من بود دیگه. اولین کار بود. آره ببخشید، دارم هی با لهجه شما سعی میکنم هم با لهجه شما صحبت کنم هم با لهجه حالا ایرانی خودمون که برای شما رو به خوبی میفهمیم، برای بینندگان یک جورایی دلنشین باشد. برای همین یه وقت بی احترامی نباشد. دوست دارم به هر دو زبان صحبت کنم که اون حس خوب رو از مردم تاجیکستان از صحبت کردن من بگیرم. خب از زندگی شما پرسان شویم که شما مجرد هستید، اویله دار اگر باشه سویب چم؟ ما مجرد هستید. مجرد هستید. نامزد علاقه انتخاب شده است؟ نه نه. یک ترانه زیبا سنم دیگر داره، درباره این ترانه اطلاع میداده برای بینندگان؟ یک ترانه ریتم این آهنگ بیشتر مال جنوب ایران هستش که در رگ و خون برادرم این ریتم و خیلی خوشحالم که به دل همه نشست و این تنظیم به شدت جز تنظیمایی بوده که معین جان زحمت کشیده و من خیلی دوستش دارم. تقدیم به همه عزیزان. چرا با دیگر آوازخوانا بدیها یا که دویت میگویند چون این ترانه نیست یا که در آینده نقشه دارید؟ فعلا قصدی ندارم، نه فعلا تنها میخوانم. دل به دریا زدم سمت نگاه تو عزیزم.
آهنگ از من تنظیم موسیقی از برادرم معین جان راهبر با کلی همه ترانه‌های شما ملودی آهنگش. ملودی من هستم آهنگ تنظیم کننده برادرم معین جان از همه ترانه دوست داشته شما کدام است که شما این ترانه رو زیاد دوست می‌دارید شب رویایی رو خیلی دوست می‌دارم دلشوره رو آهنگ مادر آهنگ پدر اینا کارهایی از طبیب ماهر کارهایی است که روشون خیلی حساسم و دوستشون دارم با کدام آوازخوان ها همکاری ایجادی دارید؟ من با همه دوست هستم در کجا زندگی میکنید؟ در تهران برادر شما کسی دیگر هنرمند نیست؟ یک برادر کوچکتر دارم که اون هم میخواند ایشالا در سفرهای بعدی حتما میارمش تاجیکستان بیشتر متن هایی که در صورت استفاده میبرید از کی هستن؟ یک چیز جالب بگویم که ترانه‌سرای کیسو پریشان طیب ماهر شب رویایی یک چند سال در تاجیکستان زندگی کرده بود و یک سری کلماتی رو هم به کار برده بود که احساس میکنم همین باعث شد که مردم تاجیکستان کارهای من رو دوست داشته باشن اسمش هم علیرضا مرتقالیه از همینجا من و تیمم شرکت آبای فربهر ما اینجا ازش تشکر میکنیم بابت ترانه‌های قشنگش و ایشالله همکاری جدیدم با ترانه‌های خانم شقایق امیرعزادی هستش که کار ساحل آرامش رو با ایشون شروع کردیم خیلی خوشحال شدم زنده باشید با کلی بینندگان تلویزیون دوشنبه که لحظه ما رو تماشا دارن چی تمنا دارید؟ من برای کل مردم فارسی زبان ایران، افغانستان، تاجیکستان میخواهم که روابط من یک جور باشد که هیچ کس نتواند این روابط رو به هم بزند چون خیلی دوست دارن که ما به هم نزدیک نباشیم ولی من اینجا میگویم که من دوست دارم به عنوان یک ایرانی ایران تاجیکستان، افغانستان و تمام فارسی زبان ها با هم یکی باشن هرچند که الانش هم یکی هستن ولی بیشتر و بیشتر به هم دیگه نزدیک باشن چون همه ما یکی هستیم و یک خاطره زیبا بگم محصی که آمدم در تاجیکستان در فرودگاه حالا معمولا ما در کشورهای دیگه که میرویم یک حس قربتی ما رو میگیرد قریب، یکم قریبی میکنیم ولی در تاجیکستان که آمدم احساس کردم آمدم وطن خودم این برایم خیلی زیبا و دلنشین بود و امیدوارم که بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر بیایم باستم حالا با کجاهای دوشنبه سفر کرده؟ فعلا هنوز جایی نرفتیم در هتل بودیم ولی انشاءالله میرویم خیلی دوست دارم جاهای تاریخی این کشور رو ببینم خوش آمده زنده باشید به شدت مردم با فرهنگی دارد تاجیکستان امیدوارم که روابط ما تاجیکستان و ایران و افغانستان همیشه در بهترین شکل باشد خیلی خوشحال شدم زنده باشید شما چرا این همه